مسجد اویس قرنی در شهر رقه در شمال شرق سوریه قرار داشت و مسجدی شیعی بود. به گزارش شیعه ویوز، اخبار شیعیان جهان، در این مسجد سه مزار عمار یاسر، اویس قرنی و ابی بن قیس نخعی قرار داشت و سه ساختمان مجزا داشت. طبقه بالایی مسجد سالن اصلی نماز بود و سالنی برای پخت غذا داشت که از زائران هنگام بازدید پذیرایی می شد. این مسجد در زمینی به مساحت 50,000 متر مربع بنا شده بود و مساحت ساختمان آن 17,000 متر مربع بود و مقام عمار یاسر 730 متر مربع بود و گنبدی به ارتفاع 12 متر داشت. مساحت مقام اویس قرنی و ابی بن قیس نخعی به 325 متر مربع می رسید و ارتفاع گنبد آن 9 متر بود. این مسجد در اصل مقبره‌ای در شهر رقه بوده است که قبور شهدای جنگ صفین میان معاویه ابن ابی سفیان و حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در آن قرار داشت. در این مکان مسجدی به نام اویس قرنی بنا شد و یک اتاق کوچک برای مقبره اویس قرنی ساخته شد و در سال 1152 هجری قمری این مقام تجدید بنا گشت. یک بار نیز در زمان سلطان عبدالمجید اول عثمانی این مقام تجدید بنا شد. همچنین در سال 1983 میلادی ذریحی برای عمار ابن یاسر و ابی بن قیس نخعی و اویس قرنی ساخته شد. این کار با کمک شیعیان ایران و سوریه انجام گشت و به مکانی مقدس برای شیعیان تبدیل شده بود که از زائران بسیاری به زیارت این مقام ها می آمدند. این مسجد و قبور در 26 مارس سال 2014 میلادی توسط سنی های تندروی داعش منفجر شد و در ابتدا با استفاده از بمب مناره های این مسجد را تخریب کردند و در 15 می سال 2014 میلادی بقیه مسجد را منفجر کردند.